سلام خدمت دوستان عزیز. خب بریم سراغ ادامه پروژهمون. جلسه قبلی ما این قسمت بالاش رو درست کردیم، این جلسه بریم روی لندینگ پیجمون کار کنیم، به قسمت بنرمون کار بکنیم، ببینیم چطور میشه. یه بنر خوشگل برای سایت بذاریم. یه لحظه بچه عذرخواهی میکنم، من یه پیغام برام اومده واجبه و جواب بدم. اوکی بریم. خب بریم کار خودمون شروع بکنیم. خب بریم توی HTML مون، از هدرمون بیایم بیرون، یه دونه تگ مین بذارم، داخلش سیکشن میذارم با آیدی بنر. بعد یه دیو میذارم با کلاس بنر underline bg-container که داخل این دیوه اون عکسمو میذارم با کلاس بنر underline bg-image. یه سورس خواهد داشت که میشه عکسمو اینجا قبلا ذخیره کردم، اینا میذارم بنر. خب خیلی ساده. بعد این دو تا آندرلاین بچه ها، این بنر اینجا هم دو تا آندرلاین، اینجا دو تا گذاشتم، اینجا هم دو تا. خب این دیو میام بیرون، یه دیو دیگه درست میکنم به نام بنر آندرلاین کانتنت. یه نوشته رو اون عکس صفحه اصلی بود اگه یادتون باشه که یه دونه اچ 1 میذارم با کلاس بنر آندرلاین content dash dash h1 و داخلش مثلا می نویسیم چی check out the. پشت سرش یه دونه h2 میذارم باز با کلاس dot banner underline content dash dash h2 و داخلش می نویسم یه اسپیس بزنید، بس اسپیس بالا رو بزنید، یه دونه بست برگر این ده ورد، بهترین برگر دنیا. یه بعد یه جو تبلیغ کنیم دیگه، برندمون رو بیاریم بالا. یه دکمه میزنم با کلاس btn و داخلش می نویسم بوک ناو، این همین الان سفارش بده. به جمعه دوستان تو برگرامو تموم نشده. بریم تا اینجای قضیه رو ببینیم. خیلی عکس بزرگه دوستان، یعنی عکس برگر خیلی بزرگه. ببینم میتونم بزرگش کنم الان. یا کن این عکس است، خیلی بزرگه. باید کوچیکش بکنیم تا درست بشه. برای عکس ها میتونید به سایت pixel.com فکر کنم. بذارید بیارم سایتشو. فیلتر شکنتون باید روشن باشه. میری سایت پیکسل، اینجا سرچ میکنید برگر، همبرگر، کلی عکس قشنگ هست. میتونید عکسش هم کیفیتش فوق العاده بالاست، میتونید استفاده کنید و لذت ببرید. اوکی بریم سراغ سی اس اس، یه ذره اینو درستش بکنیم تو خیلی الان بزرگه و این درست نیست. اوکی خب بریم سراغ سی اس اس. میام اینجا یه کامنت میذارم، می‌نویسم بنر که بعداً بدونیم داریم کجا رو کار میکنیم. خب یه هشتگ بنر داریم، اون بدنه اصلیمونه که این سکشنونه. خب اینو یه ارتفاع بهش میدم به اندازه 100 VH که بیشتر از این نشه و دیسپلیش رو میکنم. اه چی شد؟ فلکس دایرکشن رفتیم. دیسپلی میکنم گرید. خب میخوام چی کار کنم؟ میخوام این صفحه اصلیم رو بچه ها به سه تا ستون و سه تا ردیف تقسیم کنم. یعنی اینجوری 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 میخوام به شیش، نه آره شیش قسمت تقسیم کنم. شیش قسمت، نه قسمت، نه قسمت تقسیم کنم. سه ستا میشه نه تا. به نه قسمت میخوام این صفحه اصلیمو تقسیم کنم بچه ها. خب
چجوری این کار میکنم؟ حالا بهتون میگم چرا. گرید تمپلت کالمز رو باز میکنم، میگم برای من سه تا ستون درست کن که مین مکس صفر یک اف آر. اوکی. و همچنین برای روش گیری تمپلت روز، اینم باز با ریپیت میگم سه تا یک اف آر برای من درست کن. پس تبریکم به 9 تا خونه یکسان، سه تا ستون سه تا ردیف. بریم ببینیم چه جوری میشه بک‌گراندمون الان. خب اوکی، پس این الان تقسیم شده. یه تغییری تو عکسامون باید بدیم بچه‌ها. این بالا میان یه تغییر باید تو عکسمون بدیم برای همه عکسای توی وبسایتمون. این تغییر رو باید بدیم و چیکار میکنیم؟ اولا دیسپلیشو میکنم بلاک، حالت دیفالتش رو عوض میکنم و اندازش هم همیشه میذارم 100% پرنتش. حالا پرنتش هر کی هست، یا که عکس من الان اینقدر شد. چرا گفتم؟ چون گفتم همه عکسای من باید 100% پرنتشون باشن. اوکی، 100% پرنتشون باید باشن. الان این عکس من رف افتاد تو یه دونه از اون خونه ها بچه ها، یه دونه از اون ستون ها، یه دونه از اون ردیف ها. حالا باید چیکار کنم؟ باید یه جوری این عکس رو بزرگش بکنم که کل اون خونه ها و ردیف ها رو بگیره. یعنی بگم از خونه شماره یک شروع کن تا خونه شماره سه تو ردیف برو، تو ستون هم به همچنین. چجوری این کار میکردیم یادتونه؟ یه چیزی داشتیم به نام لاین نامبر، بچه ها توی جلسات قبل رو جوش صحبت کرده بودیم، از اون استفاده میکنیم. میام اینجا اینو دیور رو سلکت میکنم. منم به بنرم گرید دادم دیگه 3 در 3. میخوام این کل این بنره رو بگیره. میام اینجا، خب میگم یه دونه داشتیم به نام گرید کالم، یادتونه؟ یک عدد اول میشه لاین استارت، عدد دوم میشه لاین اند، بعد میشه گرید رو، این هم میشه 1 تا 4. این از کجا میاد؟ پینتو باز کنم یه چیز نشونتون بدم. بچه فرض کنید خب این بنر منه. خب فرض کنید منو تقسیم کردم به چی بچه ها؟ به 3 تا ستون، اونو فرض کنید اینو مساوی هست، و 3 تا ردیف، درسته؟ حالا اومدم گفتم که آقا جان ستوناش از خط شماره 1 شروع شه، یعنی این خط شماره 1 بچه این سمت چپ تا خط شماره 4، 1 2 3 4، این تا ستونش. ردیف هم گفتم از خط شماره 1 که میشه این بالای شروع بشه تا 4، 1 2 3 4، پس میشه کل اینو در بر میگیره بچه ها. اوکی، منظورم اینه. خب بریم چک بکنیم الان شد اینجوری بچه. خب حالا نکته که هست اینه که چرا این افتاده این پایین؟ من به این صدویه چو داده بودم، چرا پس باز اذیت میکنه؟ این نباید میافتاد اون پایین بچه ها. بذار ببینم زومی چیزی که دستکاری نشده. نه اوکیه. این چرا رفت افتاد پایین بچه؟ به نظرتون اصلا نباید اسکرول میخورد؟ یه اسکرول، دو تا اسکرول دارم من تو صفحه. چرا؟ چیزی رو از قلم انداختم من فکر کنم بچه ها. یه چیزی رو از قلم انداختم. میام چیکار میکنم؟ به بنرم یه اوورفلو میدم. اوورفلو هیده. میام اگه چیزی افتاد بیرون دیگه بیخیالش شو. میام درست میشه؟ بازم درست نشد. همچنان خب بذارید ببینم چی رو اشتباه نوشتم. اینو بردارم، یه جا رو من سوتی دادم بچه ها. خب بذارید به چک کنیم. یه بادی داریم داخلش هدر داره، هدرمون رفته اون بالا، اوکی. بعد هدره میاد مین رو میذاره داخل سیکشن آیدی بنر، اوکی. یه دیو داخلش داره، اوکی. یه دیو دیگه هم داخله اون داره که اونا داخلش سیکشن مین بادی HTML، درسته؟ پس چرا داره اینجوری شکل نشون میده به من؟
نباید اینجوری نشون میداد، نباید اینجوری نشون میداد. خب بذارید من یه چیز اینجا چک کنم، بیام اینو فعلا کامنتش کنم، میخوام یه چیزی رو چک کنم اول ببینم مشکل کار من کجاست که اینجوری شده. خب چون در اصلا نباید اینجوری میشد. خب این اسپک میگیرم، یا کنید الان من این ستون من به سه قسمت تقسیم شد، سکشن من نیا میکنید. خب و اونم عکس همه یه جای کار میلنگه، حالا اشکال نداره بریم جلوتر درستش میکنم، ایراد نداره. خب اینو برگردونیم به حالت عادی، من حالا درستش میکنم بعدا. بریم قسمت بعدی رو بنویسم. ما یه نوشته های روی این داشتیم بچه ها به نام چی؟ بنر کانتنت، اینا که داخل بنره اینا، اینم درست بکنیم. یا قسمتش رو این جلسه خیلی طولانی شد، این جلسه متاسفانه عقب افتادیم. گرید کالم اینم میگم از یک باشه تا چهار، بعد این گرید روش، اوکی گرید روش باشه از دو تا سه، زد ایندکسش باشه دو که بیاد رو نوشته قرار بگیره، جاستیفای سلفش هم بشه سنتر و تکست الاینش هم باشه سنتر. نوشته میاد میفته وسط رو عکسه. اوکی خب اینم از این. بریم بیایم بقیه‌شو جلسه بعدی انجام بدیم بچه‌ها. فعلا خداحافظ.